خانه های خالی ستاره. سلام ستاره مهربون. قصه امروز تبر. در سرزمین افسانه ها تبری بود قوی و محکم اما ظالم. اون هر روز بی دلیل تنه درخت‌های زیادی رو قطع می‌کرد و از اینکه اینقدر زور و قدرتش زیاد بود احساس غرور می‌کرد. درخت‌های فرسوده و پوسیده رو هم به خاطر سرگرمی و خنده قطع می‌کرد. تو این جنگل میل میل منه، هر درختی رو که بخوام میشکنم. اگرم نخوام رد میشم و کاری بهش ندارم. هیچ درختی هم نیست که بتونه پیش قدرت من مقاومت کنه و قطع نشه و تالا پی نیفته. بجور به قدرتت مغرور شدی تبر، انگار فراموش کردی که تو این دنیا از تو قوی تر هم پیدا میشه. از من قوی تر کیه؟ نکنه توی درخت مریض پوسیده بی مصرف؟ شاید من مریض و پوسیده و بی مصرف باشم، اما تا چند وقت پیش خیلی ها زیر سایه من استراحت کردن. لااقل همه از من خاطره خوبی دارن. اما تو چی؟ دلم برات میسوزه تبر. آره درخت پوسیده دلت برای خودت بسوزه. من احتیاجی به دلسوزی تو و بقیه درخت ها ندارم. زیادم پرحرفی کنی با دوتا ضربه حالتو برای همیشه جا میارم. برای درختی با حال و روز من دیگه فرقی نداره چی به سرم میاد. اما تو هنوز جوون، یکم به رفتارت فکر. دیگه داری حوصله‌مو و سر میبری. منو بگو که تا حالا دلم برات میسوخت و از کنارت رد میشدم، ولی امروز دیگه دلم برات نمیسوزه. تبر اینو گفت و با دو تا ضربه درخت پوسیده رو نقش زمین کرد. بعدم چنان خندید که خندش تو همه جنگل پیچید و به راهش ادامه داد تا به درخت صنوبر زیبا و جوونی رسید که درختای پیر و کهن از تماشا و هم صحبت شدن با اون لذت می بردن. امروز هوا خیلی خوبه، اگه یکم هم بارون بباره که دیگه عالی میشه. عجب درخت سبز و قشنگی. ببینم تو همون صنوبر نورسی که تازگی ها همه یه درخت ها ازش حرف میزنن و تعریف میکنن. نمیدونم، شاید. آره دیگه، فکر کنم خودت باشی. یه صنوبر جوان و نورس باشو. خب برگ پیچ در پیچ که سر به آسمون کشیده. آره خودتی. ببینم حالا با این نشونی ها داری دنبال یه درخت میگردی؟ کاری، پیغامی، نامه‌ای براش داری؟ آره اومدم بگم که شاخ و برگ پیچ در پیچشو امروز میخوام فیتیله پیچ کنم. منظورت از این حرفی که زدی چی بود؟ امروز میخوام بندازم زمین که دیگه انقدر به زیبایی و جوانی ننازی. تو میخوای منو بشکنی؟ درست شنیدم؟ آره درست شنیدی، همین الانم میخوام شروع کنم. نه صبر کن، من هنوز خیلی خیلی جوونم، میخوام زندگی کنم. به من رحم کن تبر، از من بگذر و منو نقش زمین نکن، خواهش میکنم. باید گریه کنی، بیشتر گریه کن، التماس کن تو شاید دلم برات بسوزه. خواهش میکنم التماس میکنم. صنوبر شاخه های قشنگش رو خم کرد و اشک ریخت و التماس کرد، اما بیفایده بود. نه دلم اصلا برات نمی سوزه، حتی یه سر سوزن. به جای اون بیا منو قطع کن، اون هنوز خیلی جوونه، هزار تا آرزو داره. به جای این صنوبر جوون بیام تو رو قطع کنم؟ بذار ببینم. نه تو خیلی قطوری، امروز حوصله قطع کردن تو رو ندارم. عجله نکن، بالاخره نوبت تو هم میرسه. تبر به صنوبر حمله کرد و خودش رو محکم به تنه اون کوبید. درخت های دیگه غمگین شدن و اخم کردن. دل آسمون گرفت و پر شد از ابرای سیاه و شروع کرد به باریدن. تبر اینقدر خودشو به تنه صنوبر کوبید
تا اون قطع شد و روی علف ها و گلای روی زمین افتاد. این خبر غم‌انگیز خیلی زود توی جنگل پیچید و به گوش همه رسید. تبر خوشحال و راضی از کاری که کرده بود به راهش ادامه داد تا به پلی که روی رودخونه‌ای بزرگ و پر عمق بود رسید. پل از چوب صنوبر ساخته شده بود و از شنیدن اون خبر حسابی ناراحت و عصبانی بود. تبر میخواست از روی پل رد بشه که پل تکونی خورد و گفت تا کی میخوای به این کارای زشتت ادامه بدی؟ چرا درختای بیگناه رو میشکنی؟ دلم میخواد از این کار لذت میبرم، به تو چه مربوطه؟ چرا اون صنوبر جوون و زیبا رو نابود کردی؟ آخه چرا؟ گفتم که دلم خواست تو رو هم اگر زیادی پر حرفی کنی و اوقاتم رو تفریح تیکه تیکه میکنم. زود باش، زود باش، معطل چی هستی؟ بزن. تبر که حواسش نبود خودشم روی پل ایستاده، عصبانی شد و خودشو محکم روی پل کوبید. پل تکون شدیدی خورد و چون با باریدن بارون سر و لغزنده شده بود، باعث شد پای تبر لیز بخوره و تعادلش رو از دست بده و از روی پل توی رودخونه بیفته و سر آهنی و سنگینش اونو به ته رودخونه برسونه. با نابود شدن تبر مغرور و ظالم، آرامش به جنگل برگشت. و از اون روز به بعد درخت ها بدون نگرانی و با خوبی و خوشی به زندگیشون ادامه دادن. اما هیچ کدوم قصه اون درخت صنوبر زیبا و جوان رو از یاد نبردن. خدا حافظ. حال ستاره دیگه چی داره؟ بازا رفتیم ستاره بود، های خال ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز برمیگرده خیلی زود، باز برمیگرده خیلی زود.